یکی از مهمترین بحثایی که اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم بحث مخلوط کردن اسید هاست. به اسید ها معرفه، حالا ممکنه بگید جناب الکل ها رو میخوایم با هم قاطی کنیم یا شیرهای با غلظت انقدر درصد رو میخوایم با هم قاطی کنیم. اگر بچه ها ما بخوایم چند تا اسید با درصدهای مختلف یا حجمای مختلف رو با هم دیگه قاطی کنیم، قطعا اسید حاصل درصدش با بقیه فرق میکنه چون حجمش هم تغییر میکنه. به فرض من 10 لیتر اسید 90 درصد رو وقتی با 10 لیتر اسید 5 درصد قاطی کنم، معلومه خب این 90 درصد با اون 5 درصد قاطی پاتی میشن و یه چیزی اون وسطا درصد به ما میده، درسته؟ میخوام اینا من چه فرمولی باید استفاده کنم. بچه ها فرمول به این صورت هستش که اگر ما مثلا چند تا اسید، سه نوع اسید رو بخوایم با هم قاطی کنیم، من فرمول برای سه نوع اسید میگم، خوبه؟ همینطوری میتونیم تعمیم بشن بدیم ما که هر کدوم یه درصدی دارن و هر کدوم یه حجم خاصی دارن رو ما بخوایم با هم قاطی کنیم و ببینیم که درصد اسید نهایی چقدر میشه. از این فرمول میریم درصد نهایی، درصد اسید نهایی میشه درصد اولی ضرب در لیتر اولی، درصد دومی ضرب در لیتر دومی، درصد سومی ضرب در لیتر سومی به روی جمع لیترامون، لیتر اول، لیتر دوم، لیتر سوم. بهتون توصیه میکنم حتما وقت بذارین و در مورد این فرمول فکر کنین و شماها اثباتش کنین. من عمدن اثبات نمیکنم این فرمول رو، میخوام یه ذره شما فکر کنین به مطالبی که دارم براتون میگم، فکر کنین، همینجوری فقط گوش نکنین تموم شه، یه ذره با این سلولای خاکستری رو کار بندازین. خب به مثالی که براتون رو صفحه نوشته میشه دقت کنین. اگر 15 لیتر اسید 40 درصد را با 10 لیتر اسید 60 درصد مخلوط کنیم، درصد اسید حاصل چقدر می شود؟ میایم سراغ فرمولمون، میگیم درصد اسیدمون میشه لیتر اولی در درصد اولی به اضافه لیتر دومی در درصد دومی تقسیم بر جمع لیترمون. یه 15 لیتر داریم و یه دونه 10 لیتر. خب 15 ضرب در 40 که میشه 600، 10 هم ضرب در 60 میشه 600، 15 و 10 هم میشه 25، 1200 تقسیم بر 25 که اگر این رو تقسیم بکنیم جوابمون میشه 48 درصد. پس اسید نهایی ما اسیدی هستش که 25 لیتر حجمشه، 15 و 10 25 لیتر و درصد غلظتش هم 48 درصده. به 20 لیتر اسید 30 درصد چقدر آب اضافه کنیم تا اسید 10 درصد به دست آید؟ بچه نکته این سوال اینجاست، آب اسید چند درصده؟ ما که فکر میکنیم اسید 0 درصد باشه، حالا واقعا چیه؟ آب اسید 0 درصده، این یادتون باشه، آب اسید 0 درصد است. خب میایم از فرمولمون میریم، میگه درصد نهایی اسیدتون که الان بچه چند درصد اسید ما 10 درصد برابر هستش با درصد اولی در لیتر اولی 20 ضرب در 30 به اضافه درصد دومی در لیتر دومی. چقدر آب یعنی x لیتر آب، درسته؟ درصدش چند درصده؟ 0 درصد. پس میشه x ضرب در 0 تقسیم بر جمع لیترامون، اولی که 20 درصد 20 لیتره، دومی هم x لیتره. خب پس
10 مساوی با این که میشه 600، خدا بده برکت، اینم میشه 0، 600 به اضافه 0 600، مخرج چند میشه؟ 20 به اضافه x. و خداوند طرف این وسط این رو آفرید، بهش مخرج 1 بدیم، طرف این وسط این کنیم، 10 توی این ضرب میشه 10 ضرب داره 20 200، 10 ضرب داره x 10x، یه برابری هم اینطوری 600 ضرب داره 1 600، پس 10x میشه 600 منهای 200، 10x میشه 400، پس x میشه 400 تقسیم بر 10 40. پس ما باید 40 لیتر آب 0% که داریم رو به 20 لیتر اسید 30% اضافه کنیم تا در حقیقت 60 لیتر اسید 10% ازش بگیریم. به یه مثال دیگه دقت کنیم، به 30 لیتر اسید 40% چقدر اسید خالص اضافه کنیم تا اسید 70% به دست آید؟ بچه ها اسید خالص اسید 100% هستش، درسته؟ که الان به ما میگه چقدر اسید خالص، پس میشه x لیتر اسید 100%. حالا سوال رو انجام بدیم، میگه 30 لیتر اسید 40% داریم که x لیتر اسید 100% رو بهش اضافه میکنیم، جمع این دوتا تقسیم برای جمع لیترامون، یه 30 لیتر داریم و یه x لیتر، اون وقت اسید چند درصد به ما میده؟ 70% به ما میده. خب 30 ضرب داره 40، چون جا نیست بچه ها من اینجا میمیسم، 30 ضرب داره 40 1200، x ضرب داره 100 100 x، c به اضافه x 70. اونایی که معادله حل کردنشون خوبه الان باید سه سوته اینو حل کنن، و خداوند طرف این وسط این رو آفرید، طرف این وسط این کنید، ضرب این دوتا 1 توی 1200 1200، 1 توی 100 x 100 x، 70 توی c 2100، 70 توی x 70 x. خب برای حل معادله x ها رو میاریم یه طرف، عددا طرف دیگه، 100 x به اضافه 70 x رو میارم این ور، به اضافه 1200 رو میبرم اون ور، 100 x منهای 70 x 30 x، این رو کم کنیم 900، پس x میشه سی. پس ما باید 30 لیتر اسید خالص رو به این اضافه کنیم.